این منم، حسن، معروف حسن فرفره، پسر محمود آقا، سلمونی خوشنام محل که از دیشب یتیم و بی‌پدر شد. اینم توران خانم عمه بنده است، کسی که بعد از مرگ مادر من قسم خورد ازدواج نکنه و خودشو وقف بزرگ کردن من کرد. ناصر توپوله، شاگرد خنگ بابام و البته تنها رفیق من. بی معرفت لابد فکر میکنید این حکایت اون روزیه که بابام مرد. نه خیلی، داستان اصلی و بدبختی ما تازه از 6 ماه بعدش شروع شد. چهار مردیسی گلت میکنی از سر مردم میزنی. دیشب دادن هرکی سر میدید منو مسخره کرد. آخه تو آرشگری؟ آقا آرشگرم، آره آرشگرم. اینا حسودن، به جان تو حسودن. من مو زدم واسه دیر هلو. بیا هلو؟ مگه من رو هلو بخرم مسخره کردی؟ چه نداره آقا، مسلمان برای درستش میکنم. حسن آقا سر خدا رو شما قضاوت کن. آقا این کلت برای من درست کردی؟ آقا من اینو درست دادم، دستکاری کردم. من اینجاشو اتوبانی زده بودم که دستش راحت بره بیاد. این براشو بغلاشو فشن کرده. اصلا ولش کن، من موهاشو نگه داشتم میدونستم شاید دبه کنه. با چسب میچسبونم اینو. ناصر قشنگ. بله. خفه شو. بله. من اصلا میرم، من اصلا که پامه به دیوار خانه نمیذارم. آقای عزیز بیا، من موهاتو نگه. یعنی تو ما رو بدبخت نکنی دست نیستی. البته باید بگم عامل اصلی بدبختی من ناصر توپل نبود. اصل بدبختی های من دلایل دیگه داره که عرض میکنم. بفرمایید آقا. به به ملک سلمان خان، یا به قول خودش پرنس ملک سلمان خان، نوه پرنس ملک عبیدالله از شاهزادگان مطرود سعودی که پدرش سالها پیش از ترس اینکه نکنه فامیلهاش تو جنگ قدرت سر به نیستش کنن فرار کرد، اومد ایران، به شغل بساز بفروشی مشغول شد و همین شغل به پسرش یعنی جناب ملک سلمان به ارث رسید. همین جناب تمام سرمایه بابای مرحوم من رو واسه فروش یک باب مغازه گرفت و نم پس نداد، ما رو هم بدبخت کرد. البته به قول بابای خدا بیامرزم، هیچ کدوم از این چیزایی که راجع به اصل و نسبش شنیدیم واقعیت نداره و چاخانه. در واقع اینا داستانی که خودش واسه خودش بافته که قمپوز در کنه. بفرمایید آقا. اینم ملک فیصل، پسر جناب ملک سلمان، از همسر پنجمشه. میگن هیچ زنی تو زندگی ملک سلمان بیشتر از 2-3 سال دووم نمیاره و به سرعت دق میکنه و میره اون دنیا. یعنی جناب ملک سلمان تا حالا سر 5 تا زن عقدی و رسمی رو خورده و یه آبم روش. ملک فیصل، کیف حالت؟ الحمدلله، شکرم شکرم. بله؟ این زمون بسه از اول چش نداشته، خورد دیگه. الهی قربونتون برم، مگه شما نمیدونین که دکتر مخصوصا چربی چشم رو براتون قدغن کرده؟ دکتر غلط کرده؟ واه پدر جان، چربی چشم برای شما سمه، متوجه این که سمه. من باید برم، رنا دوستم اومده دم در منتظرمه، میخوایم بریم دانشگاه انتخاب واحد کنیم.
ایشون هم فریبا خانم هستن که یه جور دیگه منو بدبخت کرده. یعنی از همون روز اول که دیدمش به قول قدیمی ها یک دل نه صد دل عاشقش شدم، اما هیچ وقت جرات نکردم حرف دلم رو بهش بگم. خدافظی. بچه جون، مگه دکتر نگفته چربی چشم برات سمه؟ دکتر غلط کرده. مگه نگفتم سر چهارا منتظر باش تا بیام؟ نمیگه یکی از این پاچه خالای بابام ببینه چی میشه؟ خب عزیزم، نمیخوام تو سر چهارا پیاده بری سر ما بخوری. خب عاشقتم دیگه. اینم آقا پرویز، مشاور و امین ملک سلمان تو شرکت، که دور از چشم پدر تونسته مخ دخترش رو بزنه و بشه موی دماغ من. عالی شد. این پشت موهاتون رو نگاه کن، فقط هوای ما رو داشته باش. خیلی خوش اومدی. انا هم بچه هارم محبت. دست در نکن داداش. مگه تلفن سکه یه سکه میندازی؟ البته خدمتتون عرض بکنم بی‌انصافی هم نکرده باشم، پدرم برای من ارث کرونی گذاشت. اونم همین طلبکارا هستن که با یک کیسه‌گونی چک و سفته دنبال من افتادن و میخوان مغازه اجاره ای منو تعطیل کنن. اینم خب چیز کمی نیست. مثلا یارو کچله طلبکار با یه معمول دارم میاد. میدونم دارم زیادی حرف میزنم، اما خودتون دیدین که بدبختی های من یکی و دوتا نیست. حالا قول میدم اگه از این مهلک جستم کمتر حرف بزنم تا شما به جای شنیدن بیشتر ببینید که روزگار چی به سر من آورده. اصلا در رو اونجا نه اونجا که نه خدایا فکرم دوست اومده. ببخش بابا قلبم ریخ. قبلنه یه سلامی. یا الله یا آقا ناصر، نمیگه ممکنه من صرخ باشم با؟ یا الله. سلام. سلام عمه جون. خوبیت نداره، صد بار بهت گفتم یه کاسب خوب وسط روز نمیاد خونه. کاسب؟ بله، من که کاسب نیستم، من یه بدهکار بدبختم که از دست طلبکارش داره در میره. یا علی، دوباره میخوای هول و تکون بندازی به جونم؟ چی شده بابا؟ ناراحتش نکن، ارثش نده. شما بابا عمه خانم، خب ما اگه فرار نمیکردیم میگرفتنمون مینداختن تو زندان. اون وقت شما هر روز باید میومدی ملاقات من. سختتونه ملاقات تو؟ ملاقات ما دیگه. خب عمه جون، خلاصه خیالتو راحت کنن، ارث بابام واسه ما فقط سگ دو زدن و فرار از دست طلبکاراست. پس سلام. ارثش نده. نگو قربونت برم، به خدا خوبیت نداره عزیزم. پشت سر مرده حرف بزنی اون دنیا تو زمحریر برزخ از سرما به خودش میلرزه ها داداشم. ناراضی داشته باشه میلرزه. چادرم. آقا جون، این همه بدبختی و بیچارگی ریختی سر ما، خودت با هوریا رفتی صفا سیتی؟ اینجوری هاست؟ باش، نور به قبرت بباره. طلبکارای شما یه روز خوش ندارم. یا ببین همه شخصی ده. این ملک سلمان لعنتی آل سقوطه، ولی اصلا جای نگرانی نیست پسر. چاره کار تو لای کتاب قرآن سر تاکچه هست. آنه
تاچی که 500 میلیون تومانی به عبارتی میکنه 1,500,000,000 تومان تمام دارایی من که ملک سلمان به جای اون مغازه بده. منتهای مراتب دیگه عمر من به نقد کردنشو قطعه. حالا شما باید جوهر از خود نشون بری و مردونگی به خرج بری و بری نقدشون بری که خودتو عمتو بعد بدبختی خلاص کن. با آقای ملک سلمان کار دارم. وقت قبلی داشتید؟ وقت قبلی چیه خانم؟ مگه دکتره؟ این بیچاره طلبکاره. یه لحظه تشریف داشته باشید. چشم. سلام. سلام علیکم. دیدی که مثبت حال شما. امان از دست تو پرویز. بشین با آبرو چی مرد برد. آقا شما. من؟ سمت چپی. شما فقط میتونید برید. آره من. بی امان الله. خدا رحمت کنه پدر شما رو، مرد شرافتمندی بود، ولی ما هیچ حساب کتابی با هم نداشتیم. بی فهمید چرا داشتین آقای ملک سلمان؟ خود بابام گفت 1,500,000,000 تومنه. 1,500,000,000 تومن؟ بله. لا. چرا؟ خب مدارکش هست. مدارک؟ بله. خب شما اگر مدارکی دارید رو کنید، ما رعایت بکنیم. چشم. بفرمایید رعایت کنید. ببینم همین سه تا چک 500,000,000 تومانی که اینقدر نقد نشد تا بابا مرحوم شد. اون چک ها متعلق به ماست؟ بله. ببینم. نه راستی، همینجوری نگاه کنید. خب ببینم. نه دیگه، مگه این امضای شما نیست؟ میخوام بخورم که اینو حبیبی. خب فریبا تعال. بله پدر جان. این چک ها را چک کن ببین متعلق به ما هست یا نه. باشه چشم، بدیم ببینم. درسته، کاری نداریم با اجازه. بر کردی چک منو. چک منو خود من دیگه چک منو. ماشینه، همین ماشینه. بگو لگنم زنگ بزار مردشون رو ترکیب تو ماشین تو با هم ببرن. چه مرگش رو؟ عراب شد. عراب شد دیگه. ای بابا، راهش اینه که یه دونه جرثقیل برداریم بیاریم اینو بکسل کنه. همین احمق، میدونی چقدر راهو باید برگردیم؟ آه. اونم پیاده. چیکار کنیم الان؟ چیکار کنیم؟ خواهیم این بر بریم مسیر میانبره، راحت یه سطح میرسیم. بلدم. بلدی؟ بذار سویچو بردارم. آره همین بر گهمونه. بیا یه اوس مارکوس اونجا میشناسم، میاد ماشین رو درست میکنه. اون خوراکش رنو پنجه، میدونی؟ آسه ها که میرسیم؟ نمیدونم. ای خدا تو دیگه آفزی بلدی. بلدم. گه همونه.
مرده الان میرسیم دیگه آخر همین جاده است مطمئن مردم از گشنگی مردم از تشنگی حسن 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 از زه سلفات دو سود میده یابش مسموم بود قاتل نامرد چرا یارو رو کشتی چرا آدم میکشی و منم کشتی خدایا اگه من چه گناهی به درگاهی تو کردم این بلا رو سر من میاری ناصر کمک این دیگه کیه کمک کنی ناصر ببین کیه آهای کی هستی کجا؟ منم اینجا کوزه چلال خالق من کوزه هم حرف میزنه ناصر درمونم کوزه هم ببینی چیه؟ من تو کوزه هم بودم حرف میزنم سارا خواهش میکنم منو نجات خدا این دیگه چیه؟ نه خواهش میکنم من به حیا روزات برورده کنم خواهش میکنم منو نجات هم بکنم خواهش میکنم سارا ببینم تو جنی پریزادی چی هستی؟ دورون مخفیه؟ منو کمک کن اجازم بده آزادم کن قول میدم هر کاری که بخوای برات بکنم همه آرزوهاتو برآورده کنم فقط یه بار سر برم بگو اسم انبر حلوای ماهی برای بیرون اومدن اجازه داری بگو تا خواهی اسم ماشین باری؟ چی؟ بگو به اسم انبر حلوای ماهی به اسم انبر حلوای ماهی برای بیرون اومدن اجازه داری بگو برای بیرون اومدن اجازه داری در خدمتگذاری حاضرم سربرم تو دیگه کی هستی؟ من پریزادم دختر شاه پریون تو کوزه چی کار میکردی؟ 5000 سال پیش با جادوی اکوان دیو وقتی که به عشقش جواب منفی دادم توی این کوزه زندانی شدم همون موقع با خدای خودم عهد کردم گفتم خدایا هر کی منو از این کوزه لعنتی نجات بده به هر چی که بخواد میرسونمش یعنی هر آرزویی داره برآورده میکنه هر چی بخوام؟ هر چیزی که بخواین سربرم فقط کافیه اراده کنی ناصر پاشو ببین چی پیدا کردم سربرم متاسفانه دوست توپل شما آقا ناصر چند دقیقه است که بیهوش شدن یعنی چی؟ ناراحتی نداره اگر شما دستور بدین من به هوشش میارم خب معلومه که میخوام ناصر خوبی؟ من کجام؟ اینجا کجاست؟ ناصر جان حالت خوبه؟ من خیلی خوبم من خواب میدیدم وای تو بهشت بودم همه اوریا دورم بودن از میوه‌های بهشتی میدادن من میخوردم چرا من خواب بیدار کردی؟ یک اینجا تشکر کردنته بابا تو مرده بودی من نجاتت دادم یعنی این خانم نجاتت داد سرورم کسی به جز شما نه منو میبینه نه صدای منو میشنوه اگر اسرار منو به کسی بگید مجبورم برم و دیگه بر نگردم خب دیگه آرزویی نداری؟ ناصر ببین تو الان دلت چی میخواد؟ بابا بلمون کن بذار به درد خودمون بمیریم بگو بابا گفتنش که خرجی نداره اسکول کردی؟ نه بگو من دلم یه میز مفصل پذیرایی میخواد کلی نوشابه و دلستر و دوغ و مخلفات خنک دیگه چی؟ دو تا مرغ دو یکی واسه تو یکی واسه من دو قرص کوبیدو برای کباب مخصوص یکی واسه تو یکی واسه من کوفته تبریزی آش رشته قیمه بادمجون مرغ سبزی حلوای مخصوص و زیتون پرورده و ماست موسیر و کلی ترشی جان همه واسه من و واسه تو یه بوغلبون چاق گنده بس دیگه بابا چه خبرته یه وقت میبینی گرون تموم میشه خیلی خب بابا آرزو که خرج نداره خسیس حالا ما همه اینا رو گفتیم دریق از یه لیوان آب خونه جدی میگی؟ بله بس برگرد پشت سر تو یه نگاه بنداز چیه بابا تو هم؟ یا صاحب جن و پری
اینا دیگه کجا بودن؟ تو کارید نباشه بزن بریم تا سرد نشده. بیمون قربونت بدم شیکم جون، حیرونت بشم شیکم جون، نیازت بگودم شیکم جون، دلمه ها کجا شیکم جون، غذا ها کجا شیکم جون، کوفته ها چی شد شیکم جون، جنبه ها کجا شیکم جون، قلوه ها کجا شیکم جون، پروه ها کجا شیکم جون، آخ مردتم شیکم جون. من عاشق شکم شدم، 100 کیلو تا شکم شدم، میخوام که وحشیات کنم، چون پهلوون آباد کنم، مرغو میبینم توی دهنم آب میفته، قاشو میبینم این دلم به تاب تاب میفته، کباب بره 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 دوش دادم، هوای کوه و دشت و دره 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 دوش دادم، منم دلم میخواد روزی تو ماد بشم، منم دلم میخواد شاخه شمشاد بشم. از این دوغه بخور خوشمزه است. ممنونم سرورم، ولی من که زمینی نیستم به خوردن آشامیدن احتیاجی داشته باشم. ای چه کم خرج. میگم سرورم شما چیز دیگه از من نمیخوای؟ راستش من زدم یه نفر رو توی تهران کشتم، اگه پیدام کنن خونم پای خودمه. نگران نباشی سرورم، شما کسی نکشتین، شما بیگناه بیگناهی. چرا گلوشو گرفتم اونم سکته کرد. سرورم اون ملک سلمان نامرد به شما دروغ گفته، بهتون کلک زده، اون زنده است. یعنی چی؟ اینجا رو ببینید. نه خوشم اومد، خوبیم بچه پرلو سلمونی رو سنگ قلابش کردی. آفرین. من به پدرش توان ندادم، این که اینجا یه علف بچه بود. عجب نامردایی اینا. حالا که اینجوری شد هم طلبامو ازشون میگیرم، هم انتقام همه بدبختی هایی که سرما بردن. تو باید کمکم بکنی. بله سرورم، فقط فراموش نکنید دست من به پول مادیات نباید بخوره. باشه تو فقط کمکم کن، بقیهش با من. ببینم میتونی منو برگردونی تهران؟ گوشه شال منو بگیر، سه بار بگو منو غیب کن، 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 منو غیب کن. حسن، 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 تو هر وقت که بود منو اینجا دهنا نکن. حسن، حسن، اینجا دیگه کجاست؟ من زنده هم مرده هم خوابم، اینجا چی کار میکنم؟ رسیدم به خیلی سرورم. اینجا خونه جدید شماست، شما از این وقت تصدیگیت هستیم. مهاراجه و تاجر هندی اهل کلکته. اینی بابا مهاراجه دیگه کدوم خریه؟ من ازم فرفرم بچه ناف تهرون. سرورم شما به خاطر انتقام و اون طلبتون از ملک سلمان به این شرط مبدل احتیاج داری؟ یعنی چی؟ من یه عمه‌ای دارم تاکه تنها تو خونش نگهش داشتمه، نگرانمه. ناصره بود که تو بیابون ولش کردم. ما فقط خودمونیم، قیافه همون عوض شده. یعنی چی؟ مگه همچی چیزی ممکنه؟ من سیمیل این همه در رو بردم آقه چه؟ عمه تو، عمه تو اینجا کجا سیاه خدا؟ اینه چیه تنه؟ اومدی؟ آقا شما کی هستی؟ بابا من اصلا فرفرم، یکی دونه داداشه. ناصرم، ناصر مسخره، چرا ما اینجاییم؟ چرا این ریختی شدیم؟ ببینم
عمم هم نباید بدونه که تو. نه سرورم نه، هیچ کس نباید راز منو بفهمه، وگرنه مجبور شم شما رو ترک کنم. چی میگه؟ با کی حرف میزنی؟ خودش اومده داره با در دیوار صحبت میکنه، دیوونه شده. عمه جون خدا یکی رو فرستاده که به ما کمک بکنه، اینجا هم اون درست کرده واسه اینکه انتقاممون از اون ملک سلمان نامرد بگیریم. فقط حواستون باشه از این بعد من حسن فرفره نیستم، من پرنس دیویدم، یه تاجر هندی. تو هم ناصر نیستی؟ منم پرنس دیویدم، یه تاجر هندی. نه احمق، تو مدیر تشریفات منی. حالا با چی کار کنم؟ سرورم باید ملک سلمان رو برای یک شام مجلل اینجا دعوت کنی. چی؟ اومد که سعودی موقربز چکا رو دعوت کنم اینجا؟ چون خیلی پول دوسته، باید بیاد اینجا و با دیدن زرق و برق زندگی شما دهنش وا بمونه. یه وقت تو مرد از زده من وقت من از صبح تاله چی کار کردی؟ داره با در و دیوار حرف میزنی، نگاش کن بچه خلو چل شده از دسته. ببینید من برای تمرکز گاهگداری باید با در و دیوار صحبت بکنم، اصلا جای نگرانی نیست. چیه؟ چقدر شبیه آیشواریا شده. ویل کن الان این دیوونه شده چیکارش کنم؟ دور از جونه. حسد بالی سری پا میشی میری دفتر ملک سلمان، واسه فردا شب دعوتش میکنی اینجا. بالی کی برم؟ همین الان. همین الان؟ بله. دست خالی؟ حسد با دست خود. وای این از کجا اومد؟ شعبد بازی میکنی حسن؟ یک کارپرداز و مدیر تشریفات یک مهاراجه هندیه که میخواد درباره ساخت یک مجتمع تجاری بزرگ با ما صحبت بکنه. میفهمی؟ خیلی بزرگ. چی بهتر از این؟ آره به نظر منم اتفاق خوبیه پدر جان. بله با احترام کامل راهنماییشون کن بیان تو. بفرمایید. سلام علیکم دکتر داهی، بنده سردار نصیر از طرف پرنس تی وی آمدم که داهی و این هدیه بسیار ناقابل هی خدمت شما تقدیم که داهی. چه محبتی چه سخاوتی، از قول من از ایشون تشکر بکنید. ایشان برای آشنایی بیشتر و جلب اطمینان شما را به منزلشان دعوت کردن که داهی. احسنت احسنت. خوبه، چه سعادتی، دیگه از این بهتر نمیشه. حضوری موقوف، میمان فقط ملک سلمان و دختر زیبای ایشون، ورود غریب ممنوعه. ببین خود بنبعی هم میگی من نمیام. به اسفل السافلینه. از قول من خدمت پرنس دیوید سلام برسونید و بگید که ما حتما خدمت رسیدن کرداهی. ورود شما ممنوعه، شما نیامدن کرداهی، شما با شما آمدن کرده تو نه. من هم عمه توری بوده و از آشنایی با شخص ملک سلمان بسیار محسوس کرده. شما نخواستن محسوس کرده، شما درویش کرده محسوس کرده. من البته به آقای پرنس احسنت میگم به خاطر داشتن چنین عمه باشکوه. پدرت باشکوه. سلام کرده. من هم به دختر فریبای شما بابت داشتن چنین پدر با ابهتی تبریک کرده. تشکر میکنم تشکر. پرنس بسیار غیرتی بوده، ایش اخ را کشیدن کرده، رفن کرده. خب پدر جان بهتر زحمت رو کم کنیم، مزاحم عمه توری و آقای پرنس نشیم. میبینید خانم عمه، این جوون ها از معاشرت فراری هست، به خاطر همین هست که روابط بین دخترها و پسرها در امروز مسمحله. میفهمید؟ بله شما حتما میفهمید. وای نمیدونی حالی چه دم و دست، وای چه خونه ای، خیلی خانواده با حالی هست. بس که زیادی بهت خوش گذشته. وا حالا چرا متلک میگی؟ خودت دیدی که پیشکارش چقدر اصرار کرد که من باهاشون برم. تازه فردا میخوام برم زمینای شهران و لواسونو نشونش بدم. لوس نشو دیگه پرویز، دستور پدرجان خودت که میشناسیش. خیلی خوب بعدم میبینمت. چیه برزخ شدی؟ مو دماغ پیدا شده، این هندیه هنوز نیومده قاپ ملک رو دزدیده. دیر به جنبیم قافیه رو باختیم. غمت نباشه، خودم یه حالی به این پسر پرنس دیوید بدم که به آمیتا باچان بگه به ایکی مان وردی. هزار بار بهتون گفتم این دختره به دست
درد شما نمیخوره. ای بابا من نمیدونم این مسئله به تو چه ربطی داره آخه. علف باید به دهن بازی شیرین بیاد که اومده. اصلا صحبت علف و باز نیست، صحبت سلام و مصلحت شماست. من مخالفم که شما بخواید با این دختر تنهایی برین گردش. حرفا میزنی؟ عشق و عاشقی رو دو نفره میرن، نه سه نفری با یه مزاحم. ما صدای بنجیمی. ای بابا دیوانم کردی، کلافه شدم. این خدا به تو نمیره. بابا این دختر اصلا حرف تو کلش نمیره، شما یه چیزی بهش بگی. دختر؟ دختر آوردین اینجا؟ کدوم دختر؟ من فهمیدم حسن دوچار یکی از این عشقای مجازی شده. از کدوماش دقیقا؟ بابا اینا که فکرش از خودش نیست. آها پس شما محل مجازیشی. من نه، من واقعیم اونو دارم. متخصصی ها چی شده قربونت برم؟ حالت خوبه؟ عمه جون به خدا، به پیر، به پیغمبر، من حالم خوبه. اما همینو می‌خواستی که همه فکر کنم من دیوونم؟ سرورم هزار بار بهتون گفتم، بازم میگم من باید با شما بیام تو خطر شما تهدید نکنه. آخی کی تا حالا سر قرار با یه دختر دیگر با خودش برده؟ دیوونه شده. خدا نکنه. کدوم قرار؟ چه دختری؟ چی میگی؟ خب مگه این میذاره؟ بابا چرا حرف حالیت نمیشه؟ من باید تنها برم سر قرار. وای کی؟ هم اون دیگه کی؟ نه سرورم من نمیذارم شما تنهایی جایی برید، چون جلتون در خطر. اینقدر سرورم نکن واسه من. من نخوام سرور تو باشم، کیو باید ببینم؟ خودمو. کافیه به هم بگین، همیشه خود نگهداری میکنم میرم. بسیار خوب، از این لحظه بعد من سرور شما نیستم. بفرمایید بریم. پشیمون میشی؟ نمیشم. میشی؟ پشیمون نمیشم. بفرما. خوری خستی. وای خدا چی شد؟ آدم قدر این ناصر رو اینجور وقتا میدونه. همه توری؟ آره نتونستم بیشتر از این خرید کنم، از کمر افتادم. بده من همه توری. وای خدا، یا نون دونه ای 2000 تومن؟ والا به خدا آخر زمان شده. عجب خاکی به سرم شد. ای بابا چی شده؟ چی شده؟ باز دوباره چه دست گلی به آب دادی؟ غلط کردم. چه غلط کردنی؟ چه غلطی؟ پریناز. چی شده؟ پریناز. کی؟ پریناز. پریناز با دختر همسایه خاک به گورم. شنیدی؟ بیا برو گردی تو محل نکنی. بس شنیدی؟ بله. پریناز. پریناز بابا نمیشه خودم بیرم. من غلط کردم، خواهش میکنم من از اینجا نجات بدید. درو خدا پس این بعد هرچی بگی گوش میدم. هرچی بگی گوش میدم، قول میدم. بابا الان داداشش و باباش میریزن اینجا. شما غیب شده بودی؟ کف کردم، کجا رفتی؟ رفتم تا خونه یه سر زدم برگشتم. نکنه رفتی ددر خانم؟ ددر کجا بود؟ همیشه به من شک داری. نه شکر خیلی فقط دیگه به منو بازی میدی دختر یه خیره سر. هیچی سرورم، چون شما حریف من نمیشی. ای بابا، آره تو درست میگی، من از پس آدماشم بر نمیام، چه برسه به جن و پری. تازه داری عاقل میشی سرورم، آفرین. هرچی تو بگی، قبول، با خودم میبرمت. ای آخرش من یه چیزی رو نفهمیدم، تو دختره به این گندگی چجوری رفتی توی کوزه با اون کوچیکی؟ خب دیگه این از خاصیت جادویی منه، هر چقدر دلم میخواد کوچولو میشم. ولی بعید میدونم کار خودت باشه، گمونم کار اون نره دیوی باشه که تو رو انداخته توی اون کوزه. اختیار داریم قربان، خودمم بلدم، میتونم، کاری نداره. چطی میگی؟ برو ببینم. باشه. راحت شدم. گفته بودن به آدمی زاد نمیشه اعتماد کرد. فعلا اون تو بمون تا من برم نامزد بازی کنم و برگردم. ناصر اینو بگیر، کس چشت ازش مواظبت کن تا من برگردم. من داره میرم سر قرارم با فریبا خانم. مواظب خودت باش. آقا آدم به این گندگی رو باید از این کوزه کوچولو مراقبت کنه. حسن میریم سمت لواسون، اونجا یه باغ مرغوب دوست دارم ببینیم، یه رستوران خوبم هست. بلی من نهار خوردن به اجمارو خیلی دوست دارم، کار کردن به اجمارم خیلی دوست دارم. به قول ایرانی هم فال هستی هم تماشایی.
چه زود سر مسئله ایرانی رو یاد گرفتی. ولی من برای ارتباط بهتری با شما کل ضرب المثل یاد گرفتن کرتا ہے، کل شعر یاد گرفتن کرتا ہے. ولی مثلا دل مر جانانی من برد دل و جانی من. آفرین، خیلی خوبه. میشه هندیش هم بگی؟ به زبون خودت. دیشی گفتین دل بر جان نه پرتی دل جان ما هی کرتا هی هی اشمیلانی اشمیلانی. کامشون نکنی یکم. بابا یه دقیقه کم کن ببین دارم چی میگم. میگم کامشون نکنی. حتی از بابا دارمش. آقا ناسه، آقا ناسه، آقا ناسه. بسم الله الرحمن الرحیم. جنی تو، جن جن جنی تو حتما. بابا جون من جن نیستم. بچی تو اگه جن نیستی در کوزر باز کن ببین من کیم. من در کوزر واکنم داداش؟ ما در کوزر واکن نیستیم. من شاگرد سلمونی بیش نیستم. خدا وکیلی این لباسامون هم عالی است. برو بشین سر جات داداش، کوزه که بلند نمیگی. خواهش میکنم نترس، هر چی که من میگم تکرار کن. من به چی بگم؟ یه دقیقه کوزه رو بگیر تو دستت. من کوزه نمیگیرم نه داداش. چی بگیر؟ کوزه بگیر؟ بسری بالا چشم بزن. میفرمون بیان. خیلی ممنون. حالا اینی که رهت میگم بگو. به اسم انبر حلوای ماهی برای بیرون اومدن اجازه داری؟ بله چشم. به اسم انبر حلوای ماهی برای بیرون آمدن شما واقعا اجازه دارید. من چی کارم از دارم؟ اومد بیرون. دست شما اینو که به شما یاد داده. کی به هدف بیای اینجا؟ یعنی چی؟ شما خودتون گفتین بیام اینجا. نه نه، من منظورم این چیز این انرژی های منفی اطراف اکناف ما زیاده بودن کرده. چه جالب، شما به انرژی های منفی و مثبت اعتقاد دارید. بلی بلی بلی، من به این کلی به انرژی های منفی معتقد هستی. برو دیگه، برو دیگه. عجب دیوانه ایه این که منو نمیبینه. چرا قصدی میدی؟ نمیبینی؟ نکن نکن میگم. ببخشید باشو بیا برو جلو بشین. خدای من الان میرم جلو چشم. نه من منظورش من شما نبوده که چرا بس با کی هستی؟ فقط من اینجا دیگه. نه منظور من با این دیوانه و این دیوانه که عملی هرچی بهش میگم. برگرد برو دیگه. چون داد میزنی الان برمیگردی. نه این شما نه چیز نکرده. اونه میگه گفتن کرده که بگی. آقای قربانی، آقای قربانی نگهدار. من متاسفم. من معذرت خواهی. من اصلا منظوری نداشتم. اجلای چشای من دور شد دختر خیر سر. پس چی فکر کردی؟ فکر کردی میمونم و توهینای شما رو تحمل میکنم؟ من باش، من نبودم. خودم من باش، من نبودم. برو 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 کیا باید ببینم؟ دیگه تو کار من دخواهت نکنم. ببین یه دفعه دیگه ببینم ات. من میدونم و تو بابا دست از سرم بردار. حضرت مهاراجه، میتونم پاسپورت شما رو ببینم؟ مهاراجه کدوم خریه؟ برو رد کارت. قاطی نکردم سیرابی. مثلا اگه قاطی کنی چطور میشه؟
گفتم سر برم. با این دختر بیرون رفتن خطرناکه، خطرناک. تو به اون دختر بیچاره چی کار داری آخه؟ اون دختر بیچاره عاشق آقا پرویزه. اینام رفیقاش شده منو حال شما رو بگیره که گرفتم. خب پس تو اینجا چی کاری؟ یه کاری بکن عاشقم بشه دیگه. سرورم نمیتونم، عشق عاشقی باید واقعی باشه. کار از من نمیاد، متاسفم. پس تو دخالت نکن، من خودم یه کاری میکنم که عاشقم بشه. البته اگه تو بذاری. نمیذارم. وای چه ماشین بدرنگی، اصلا خوشم نیومد. آخرین از دست تو چیکار کنم؟ پسرانه بلکنی تو دهده فی امان الله. آخه پدر جون، نمیدونی با من چه رفتاری کرد، چه حرفایی زد. اون وقت میگین چرا بلش کردین تو جاده؟ هر کاری کرد. ما به شراکت این مرتیکه یه هندی احتیاج داریم. ما اگر ورشکست بشیم باید جور و پلاسمونو جمع بکنیم بریم صحرای عربستان شطور بچرونیم. میفهمی؟ نمیفهمی؟ خیلی خوبم میفهمم، ولی من مقصر نیستم. خب حالا میگین چیکار کنم؟ یکم عاقل باش، باهاش خوش رفتاری کن، بذار مهرت به دلش بشینه، بیاد خواستگاری، اون وقت همه چی تمام. من زن یه هندی بشم محاله با اون حرف زدنش، رفتاه نرفتاه، کرداه نکرداه. حالا کی اومده خواستگاری؟ ما باید اونو دعوت بکنیم، از دلش در بیاریم، بعد قرارداد شرکت رو باش ببندیم. میفهمی؟ نمیفهمی؟ جناب سردار مهارتخوار هندی، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ پس چرا نبستین؟ حال من به شما مربوط نهستی، برای اینکه شما مهندس بهستی، دکتر نهستی. دکتر نهی؟ من مهندس هم نهی. این فضول به اینی که پرچه که اینجا جاسوس بهی. من دیگه مادر جاسوس بهی. سو اتفاق هم کنه. ایشون آقای مهندس فلاحی هستن، از همکاران ما در فکر. خدا وکیلی. بسیار محترم. جاسوس. بسیار محترم. این مرتقه جاسوسی که در این چه توپر چی نهی؟ مهندس نهی، مهندس بهی، دکتر نهی. اچھا بڑی بڑی گرے گرار دیگه سے برت کر رہی ہے مانی. خب بی اولی خانم فریبا خانم چطوری؟ الحمدللہ با اتفاقی دیگه افتاده اونی که مکدر بودن الان بهتر شده. اجزای خدمت میرسه. من اومده. سلام. دکتر ایریکی پور. مهندس ایریکی پور. مهندس بابات خودت، خودش خودم. من خیلی خیلی ناراحت. ناراحت شنیدی شما نخوش احوالی. الان آمدی بپرسی احوالی. ممنون، خیلی بهترم. مریضی خیلی باد، خیلی باد. به قول شاعر امشب شب مطبی، طبیبی میخوایی؟ حبیبم سردار، البته اینو بردار. سردار؟ سردار ایشونی، من صاحبی. من خواستم بابت اون ماجرا ازتون عذرخواهی کنم. البته من مقصر بودم که شما اون خشونت رو نشون دادید. به هر حال شرمنده که تو جاده بلتون کردم. نه نه، شما منی شرمنده سری نکنین، اصلا من غلط کرده ای. من نه، اصلا این انرژی منفی غلط کرده که ای. آره واقعا این انرژی منفی خیلی بد. خیلی، من خیلی هم سرخودی. من برای اینکه از دل خانم زیبای مثل شما در بیاری، برای شما یک هدیه ناقابل تهیه کردی. یک گردن بند زیبا. یک گردن بند زیبا. یک گردن بند زیبا. بابا میگم یک گردن بند زیبا. گردن بند زیبا. خیلی ممنونم، چرا زحمت کشیدی؟ وای خدای من چقدر قشنگه، دستتون درد نکنه. من میخوای اگر شما اجازه بفرمایی دست شما بانوی زیبا را بوس کرتایی. وای چه جنتلمن، خواهش میکنم. Patrick, inicial!
رسما دیوونه سا؟ نگو، خیلی جنتلمنه. اه؟ پس منم میرم که مزه این آقای جنتلمن زیر دندونتون ببینه. بری جگرخوار نوکر شما ساخت پرویز. رو چشم آقا پرویز، شما کلا بخواهی من برای سر میارم. آدرس بده جنازه تحویل بگی. البته قابل شما رو نداره با، ولی شماره کارتمو برات میفرسته. پولو بریزی، مسیج بیاد راه افتادم. خیال تخت تخت. رو چشم آقا پرویز، همین امشب میرم. زد زیاد. آخه واسه چی شدی بلای جون من؟ بابا تو با یه بشکن این همه کار انجام میدی. خب نمیتونی یه بشکن بزنی این دختره بشه عاشق ما؟ نه نمیتونی؟ سرورم هزار بار گفتم بازم بهتون میگم عشق و محبت با بشکن به وجود نمیاد. اصلا من خسته شدم، کلافه شدم از این همه فیلم بازی کردن. من میخوام بشم همون حسن فرفره. میتونی؟ بتون بینم. آخش راحت شدم، خدا عمرت بده پریزاد. سرورم خداوند عمر طولانی به من عطا فرمودن. همین پریروز 7000 سالم تموم شد. خب میگفتی یه جشن تولد واسه 7000 سال؟ رحمت به چیز کم. هیچی، ولی خوب موندی ها. اتفاقا خیلی هم خوشگلی، دختر خوشگلی هم هستی. سرورم این حرفتون خیلی به دلم نشست. ببینم تو تا حالا عاشقم شدی؟ نه سرورم، عشق عاشقی ما باید آسمونی باشه. عشق عشق دیگه، آسمون زمینی نداره. مال ما داره. من از این تختم خوشم نمیاد، میخوام برم بیرون دراز بکشم. سرورم حواستون باشه، رفتین بیرون میتونین دراز بکشید، ولی مواظب باشین خوابتون نبره ها. دوباره شلوغش داری میکنین. خطر در کمینه. اصلا برو پیکار، من میخوام استراحت کنم. اتر قربان. با این دشته و با این چاقو شما رو بکشه. منو بکشه؟ کی؟ یکی از آدمای پرویز. نامرد. شوهرش کردم، خیالتون راحت باشه. پرویز. حالا که اینجوری شد میدونم با پرویز چیکار کنم. تو هم باید کمکم بکنی. چه کمکی سرورم؟ همین فردا رسما میرم خواستگاری فریبا خانم. بدون حرف اضافه. مرحبا، اهلا و سهلا. سلام.
سلام، به نام خدا. صاحب جهت آمدن به تهران سخت و ساز و تجارت آمدن کرده. الان هی امی عزیزتر از جان صاحب و آورده اینجا که برای حرف دل صاحب و به شما گفتی باشکت کرده. منم سلام کرده و به نام خدا کرده و خواست که گفته من هم مثل هر امی آرزو کرده که برادرزاده من داماد کرده و کسی یه وقت بهش نکرده که اما تو همت نکرده. یعنی شما الان دارید درباره فریبای من راحله صحبت میکنید؟ بله، در هند دختران زیادی برای پرنس خودشونو دراز کرده و آراگیری کرده. خدا شاهده کرده. اما چه کنم که علف شما به حلق بزی ما خوش کرده. قسمت سردار، علفت تو دهنی بزی ما. سردار بله، بخش غلامی. شما رو به غلامی ما قبول کن. نه نه، ما رو با غلامی تو چیکار کنیم؟ ببخشید، ایشون تا ته غلامت. سردار بله، خفه شو. بله، در واقع بیجونی گفتن کرده که من شما غلام من باشی، من دامادش. پرنس رو به غلامی خودتون پذیرفته کرده. یعنی مهر فریبای من راحله به دل شما افتاده؟ بله. اگر افتاده من حرفی ندارم. علفش تو دهنه. پدر جان، یعنی میتوانم حرفی نداشته باشم چون نظر راحله برای ما مهمه. فریبا خانم، من شما را عاشقیت داری، من دوست داری شما عاشی همسری من باشم شوهری تو، تا عظیم بد من باشم یک مردی خوشبخت. بدبخت بودی، بدبخت بودی الان خوشبخت. نظیر بلی، خفه شو. بلی فریبا خانم، آیا مرا غلامی قبول کردن کرتا ہے؟ چی بگم والا، من هنوز آمادگی ازدواج ندارم. بگو بهش دیگه، بگو دوستش نداری. فریبا خانم، من برای شما همه کار کردن کرتا ہے، تمام مال اموال ثروت برای شما پاشیدن کرتا ہے، اور آن هم یک حلقی زمرد نشان برای شما آمده کرتے که تقدیم کردن کرتا ہے. زمرد یکی دیگر دوست داره، تو رو دوست نداره، برش کن. زمرد به زمرد که نه نظیر باری، خفه شو. باری زمرد. کف کرده این حلقه عروسی زمرد نشان نسل اندر نسل بین عروسای خانواده ما گردیدن کرتا ہے، تا الان بھی شما رسیدن کرتن کرتا ہے. پرنس دیوید، این چه کاریه که کردی؟ دوست داشتی. ولی من الان آمادگی ازدواج ندارم پدر جان، من نمیتونم الان ازدواج کنم. آقای ملک سلمان، دخترتون خیلی ناز کرتاه برای ازدواج، با اجازه ما رفتن کرتاه. یعنی شما به ما جواب رد دادن کرتاه؟ یعنی شراکت بی شراکت هی. ای داد بی داد، شما که میدونید بالاخره دخترها یکم ناز و اطفار و افاده دارن، ولی راحله میداند که در کنار پرنس خوشبخت خواهد شد و در ضمن روی حرفهای پدرش صحبت نمیکنه. چی دارید میگید پدر جان؟ گفتم که یک دختر خوب روی صحبتهای پدرش حرف نمیزنه. پس دیگر تمامه، شما دختر غالب کردی به صاحب. مبارک کرده. پس ما به زودی جشن سرور برپا کردن کرده. بله، نامزد کرده. ما در اون مراسم میتوانیم قرارداد شراکت و ساخت مجتمع رو با هم جشن بگیریم. نامزدی؟ اونم با یه هندی از بمبئی؟ دیوونه، بمبئی نه، کلکته. بعد من که نمیخوام زنیش بشم، این یه نامزدی فرمالیته علکیه، خواست صدای بابام بخوابه. حالا این نامزدی علکی چه صیغه‌ایه؟ پدر جان رو شراکت این یارو خیلی حساب کرده، بعد این مراسم قراردادشو با این هندیه میبنده، همیشه تموم میشه، شر این ماجرا هم میخوابه. قربونت برم، بعدش هم هر جا تو بگی من میام، باشه؟ قول میدم. اومدیم و این هندیه فقط به نامزدی قناعت نکرد، خواست بره سر اصل مطلب. تکلیف چیه؟ پرویز به من اعتماد کن. من به هیچ زنی اطمینان ندارم، اما فریبا فقط در حد دیالوگ. اگه بیشتر بشه این هندیه رو بریدن کرده. باشه باشه. یا میتا بچن اینجا جنگی یا جنگی یا جنگی یا جنگی یا جنگی.
شما کادو گرفتن که نقابل از چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه بفرمایید. دوست دارم. خب الحمدلله تکلیف این جوانها روشن شد و امروز و فردا هر کدوم میرن خونه بخت. مگه همه آرزوم خوشبختی برادر زادم کرتاهه؟ برای همین خودم هیچ وقت عروس نکرتاهه. ازدواج نکردین؟ نه اصلا هیچی. ولی میدونین ما باید به فکر خودمون باشیم. از چه نظر؟ چون ما تنها میشیم، بچه ها میرن خونه بخت، ما تنها میشیم. یلغوز آقای ملک سلمان، ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. باید حرف میزنم؟ نه شما به فکر خودتون باشید. من میخوام به عروسی رسیدن کرتای و وقت خوبی برای مخ زدن نبوده. پیدا بشی من گفتم بربا انرژی من من بیا خیال خیال من راحت تمام شد. این هم زدی خب قلاب یه دیگه. باشه برو، به تو اصلا مربوط نیست. به تو چه آخه؟ برو پی کارت. باشه خودت خواستی، خودت گفتی ها دیگه. تمام داری؟ از دست من ناراحتی ناره؟
سرورم هزار بار بهتون گفتم دیگه، عشق باید خودش به وجود بیاد. وقتی هم که خودش به وجود میاد باید خود واقعی باشی، نه این شکلی. من دیگه به تو احتیاجی ندارم، نمیخوام با هم باشی. سرورم این چه حرفیه؟ پس حالا بدون از ملک سلمان چی میشه ها؟ اونش به خودم مربوطه. برو توی کوزه. گفتم برو توی کوزه. کوزه نه. اگه من سرورتم بهت امر میکنم بری توی کوزه. سرورم خواهش میکنم، غلط کردم. اون موقعی که نامزدی منو به همزدی باید فکر اینجاش هم میکردی. یالا بهت میگم برو توی کوزه. حالا فهمیدم چرا این تو زندونیت کردن. بس که خیره سری. ناصر، ناصر زود میری نزدیک دهاتتون. کلببو؟ همون. بله. نزدیک همون دریاچه. بله. این کوزه رو میندازی توی آب برمیگردی. چش خورم. این کوزه نه نه حسن این کوزه نه، منو با این کوزه درا نذار. وقتی تو نیستی این کوزه میخواد. ناصر من... بله. خفه شو. بله. بله. عمه جون، این مردی که هیز عرب پشت اومده اینجا نمیدونم از جون ما چی میخواد. ملک سلمون؟ آره، همچه ازش خوشم نمیاد. بعدم یه طور ناراحت آشفته یه معلوم نیست چشه، میگه کار واجب دارم. چی بگم بهش؟ بگو منتظر باشه الان میام. باشه. ملک سلمون باه باه سلام عرض کردن کرتا ہے جناب ملک سلمان خان آل سعود نشستن کرتا ہے غائشن. اهلا و سهلا فرانس، دستم به دامنت، احتیاج به کمک دار. چی شدی؟ خانه خراب شدن. خانه من خراب شدی؟ بله خانه خراب. خب بیدی به همین مهندس پرویزی رو که پور مهندسی کنی درست کنی خانه شما رو. دخترم را دزدیدن. فریبا خانم سکتی ناقص زدن کرده ای. اهلا و سهلا چقدر مهربان. کاری حتماً کاری اون مرتی که پرویز اون مرتی که یه جاسوس بوده. همون پرویز بی همه چیز دوست ناموس دوست ناموس. دستی من به این برسی من این پوسکندنی را انده خارج در کرده ای. چرا به پولیس خبر نداری؟ پولیس؟ من یه میخوام دخترم را بکشن. چه دیگه تقصیر از خود شما بودن کرده ای. بس که شما مال مردم خود بوده ای. شما مال مردم خوردن کرده ای، مال حرام خوردن کرده ای، مال این حسن فرفری بیچاره مال بابایشو برداشتی خوردن کرده ای، یک آب امروز نوشیدن کردن کرده ای. حسن فرفری؟ شما را از کجا پیدا کرده؟ دروغ میگه، دروغ میگه. دروغ نگفتی حسن، من تحقیق تفحص کردن کرده ای، بسیار بچه سربراه آرام درازگوی بوده، شما مال حسن خوردن کرده ای. من مال حسن، من مال هیچ کسا خوردم، همه مال مرا خوردن، پرویز، همون حسن فرفری. فیلن شما رفتن کرده ای، من فکر کنیم چه خاکی به سر شما ریختن کرده ای. چه غلطی بود من کردم؟ آخه واسه چی پریزادو فرستادی رفت پسر یه خنگ؟ اگر تنهایی چه غلطی میخوایی بکنیم؟ پریزاد جون، الهی من قربونت برم، پس اومدی؟ من که مثل شما معرفت نیستم سرورم. اگه دوست تو پول شما نبود و به من کمک نمیکرد دلش برای من نمیسوخت من الان اینجا نبودم. خیلی خوب، الان وقت گله گذاری نیست. ببین پریزا جون، فریبا خانم رو دزدیدن، من فکر میکنم کار پرویز باشه، باید بریم کمکش. آخه سرورم چند بار بهتون بگم این آدمای پولدار پول دوست رو ولشون کنین، جنسشون به شما نمیخوره. اصلا بزنین به کار خودشون، بزن بزن سر کله هم دیگه. یعنی چی ولش کن؟ از طلبای منو کی ازشون بگیره؟ اونم به وقتش، عجله کار شیطون سرورم. با من امری بود پریزاد خانم. پریزاد؟ این کیه دیگه؟ شیطون سرورم، نترسیم رفیقمه. نه همینجوری فقط یادت کردیم اسما بردیم. کار خیره به تو مربوطی نمیشه، برو. پس اگر امر خیره من اهلش نیستم. با این کاسم بای بای خدافظ. داشتم زهری ترک میشه. آخه آدم با شیطون هم رفیق میشه. ولش کن سرورم. ببین ما باید بریم سراغ محله اصلی کارمون. چه کاری؟ پرویز که دنبال پوله.
به نظر من شما نه به عنوان پرنس دیوید، بلکه به عنوان حسن فرفره باید بری پیش ملک سلمان و بهش بگین طلبتون رو بده به پرویز سفر به خانم آزاد کنه. چطوره؟ چیکار کنم؟ بگم طلب منو بده به پرویز؟ بله سرورم، توی عشق حتی بعد از خودت هم بگذری. این که دیگه مقدار پول کاغذیه. در ضمن قرار شد دیگه رو حرف من نه نگیرید. بعضی آدم ها فقط به خاطر پولشون ارزش دارن. ملک سلمان برو. پریسا دیر رسیدیم، برام پولا رو میبرن. نه سرورم، کاملا به موقع رسیدیم. اینجا نگاه کن. آره؟ برو بری. حسن آقا، پدرم به من گفت که شما چه فداکاریایی کردین به خاطر من و از همه پولتون گذشتین، ولی من خیلی دیر فهمیدم که شما قلب پاکی دارین. اینجور که پیداست شما مثل پدرتون همه چیزو با پول میسنجین، فقط پول آدم ها رو میبینین نه قلبشونو. ولی هنوز هم میشه جبران کرد. دیگه خیلی دیر شده فریبا خانم. وقتی تو شمایل اون هندیه پرنس دیوید بودم فهمیدم که ما اصلا به درد هم نمیخوریم. چی؟ پرنس دیوید؟ بله پرنس دیوید. حالا شما سی خودت، من با هزار جور بدبختی و گرفتاری سی خودم. ولی هست دوباره عاشق میشی. میدونی چیه پریزاد، من فکر میکنم همه این اتفاقات واسه این افتاد که من با تو آشنا بشم. یادمه یه دفعه گفتی عشق باید خودش شروع بشه، الانم خودش شروع شده. پریزاد من عاشقت شدم. خواهش میکنم سرورم دیگه ادامه ندید. خواهش میکنم پریزاد، احساس میکنم تو هم به من علاقه داری. سرورم عشق من شما به جایی نمیرسه، یعنی من زمینی نیستم. من یعنی نمیتونم. چرا؟ آخه ممنوعه، عشق ما ممنوعه. ممنوع آزاد نداریم. تو منو دوست داری یا نه؟ نپرسین سرورم. ما میتونیم با هم خوشبخت باشیم. منو دوست داری یا نه؟ بگو دوستم داری. بله دوست دارم سرورم، بیشتر از همه دنیا. این صدای کیه؟ گفتم
که نمیشه. ممنون سرورم، من باید برم. کجا بری؟ من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم فریزا. سرورم آرزو میکنم براتون که به عشق واقعی و زمینیتون برسید. آرزو میکنم که خوشبخت بشید. این نرهول کیه دیگه؟ دیوه سفیده دربونه قصر پری. آه پریزاد، قانونه های زیادی را زیر پا گذاشتی، اما این آخری یعنی اعتراف به عشق آدمی زاد. از این نمیشه به سادگی گذشت. را بیافت بریم. اومده منو ببن. پریزا کار نمی کنه. تو بزن فنابه. نشسته همجور قنبرک سری دست رو دست گذاشتی که چی؟ آخه با قصد بردن کاری درست میشه؟ والا به خدا ما هم نمیدونیم چی شد که از اون زندگی دوباره اومدیم اینجا. راست میگین به خدا همه خان، حسن احمد راست میگه. بابا خوبی تو میخواد. چرا ما از اون عرش رسیدیم به این فرش؟ ای بابا همین دیگه. من بدبخت همه چیزام باختم که هیچ، دل صاب مردرم باختیم رفت به کارش. همین خوب نیست دیگه. رو برم در رو واکن. شما حق دارید خانم. ببینم کلن بی خیال شدی دیگه، یعنی نمیخوای طلب داداشم بابا تو از این ملک سلمان پدر سوخته بگیری؟ بابا حق بمونه والا. امه جان دست از سرم بردار تو رو خدا. وای خدا آزار دارن دیگه. یارو زنگ میزنه میری کوچه هیچ کی نیست. کیف رو بشون دمه در. چیه؟ این کیف دوزاری هست پدر نمیخوره. کیف های بی خودیه. یا بردفت این همه پول بشماری ببینیم چقدره. لازم نیست بشماری، میدونم چقدره. این کل 1.5 میلیارد طلبمون از ملک سلمانه. یعنی چی؟ برای چی این هم پولو گذاشتن دم به دم؟ اونش مهم نیست، مهم اینه که اونی که باید بالاخره کار خودش رو تموم کرد. قیمتی ما متفاوته، میدونی حضوری بیان خیلی بهتره. ولی اگه الان بخوام کلی براتون بگم، اینم ژل گرفتم مخصوص کلاگیسی که سفارش دادی، عین مال خودم دادم به باف. باشه میشه؟ آره عین کلاگیس حسن شمعی زاده است. آفرین پسر. موهاشو مصری کوتاه کنم. برو موهای اون زرد رو بشو. ناصر. بله آقا. من باید برم کار دارم. یعنی اگه امروز تشریف میاری دیگه نمیام. چطور من کار داری؟ نه حسن جان، فقط یه مسئله خیلی مهمه، خیلی وقته میخوام بهت بگم. عمتو خیالت راحت کارش تموم شد، میفرستم بره خونه. خیالم راحته. میگم چه؟ خداحافظ. رفت. بله دیدم. میگم که کار دارم. امی خانم سود کارتون انجام بدین برین دیگه، اینجا آرایشگاه مردونه زشت خانم باشه. شما اصلا دلیل نداره تو کار من دخالت کنی. چه کاره منی؟ یه جمله رو 5 سال میخوای بهش بگی؟ میگی عمتو میگم برگرده. چی میگی؟ چی میگی؟ فکر کنم من حسنم. چی میگی؟ حسن عمتو. خب عمش حسن عمتو. عمش مرد، عمش رفت قبرستون. من یه قبرستون دیدم. حسن عمتو میخوام ازت خواستگاری کنم. به نظرت عمت راضی هست با من ازدواج کنه؟ به نظرم عمش بعد از خداش عمش. نوکرتم عمه. به قبلتون فارسیش هم میشه گفت. باشه بله رو بگو بشه. برو سر کاره. چیکار میکنی آقای محترم؟ این چه بزرندگی کردنه؟ با شما هریناز خودتی؟ الهی من فداتشم. مؤدب باشین آقای محترم، چه وضع حرف زدنه؟ میدونستم برمیگردی. نه خیر، به جای که زنگ بزنم افسر بیاد کروکی بکشه، باید زنگ بزنم دیوونه خونه. آره زنگ بزن دیوونه خونه. آخه من دیوونتم، واسه دیدن لحظه شماری میکردم. مثل اینکه اشتباه شد آقای محترم، من شما رو اولین بار دارم میبینم. باشه وانمود کن منو نمیشناسی، اما من که میشناسمت. تا آخر عمرم دست از سرت بر نمیدارم. شما خسارت ماشین منو بدین،
عشق عاشق پیشکشتون. چشم، خسارت ماشینت هم میدم، اصلا خودم میبرمش صافکاری. از دست شما مردم.